بعد از گذشت یک سال از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان چندین گزارش درباره سطح آزادی های مختلف در یک سال حکومتداری طالبان منتشر شده که همگی آنها نشان از کاهش آزادی ها دارد در همین راستا کمیسیون ایالات متحده می گوید که آزادی مذهبی نیز در افغانستان پس از تسلط طالبان به شدت بدتر شده است کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده در گزارشی اعلام کرد که طالبان پس از در دست داشتن یک سال قدرت تمام اشکال مذهبی را که با تفسیر افراطی آنها از اسلام مطابقت ندارد سرکوب کردند طالبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر را احیا کردند که آنچه را که آنها لباس و رفتار مناسب اسلامی میدانند را پیاده و اجرا کنند کمیسیون ایالات متحده گفت علا رغم تعهد علنی به تغییر و فراگیری طالبان همچنان افغانستان را به شیوهی مشابه به سالهای 1996 تا 2001 اداره می کند طالبان نسخه ای تند رو از اسلام سنی را تبلیغ می کند و در طول سال گذشته ده ها نفر از شیعیان را کشته است هزاران نفر از شیعیان هزار آواره شدند زیرا طالبان آنها را مجبور به ترک خانه هایشن کرده است سایر گروه های مذهبی نیز از جمله آنهایی که به یهودیت هندویسم و مسیحیت پایبند هستند مورد آزار و اذیت قرار گرفتند در حالی که طالبان وجود مذهب سیک و هندو در افغانستان را پذیرفته و اعلام کرده است که پیروان این مذاهب بر اساس اعتقادات خود آزادن این حکومت وجود جامعه مسیحی را انکار کرده است علی اکبری اخبار شیعه